بالاخره رزیدنت اویل 5 ریمیک تایید شد. سلام به همه دوستان عزیز مهرسانم، خیلی خوش اومدیم به یک ویدیو دیگه از کانال گیمرسان شو. دمتون گرم که همیشه کانال خودتون، کانال گیمرسان شو مدت دیگه. نمیدونید که چقدر خوشحالم که میخوام این ویدیو رو براتون امشب بسازم و با منتشرش کنم که شما ببینید که قراره به جرئت بهتون بگم که به زودی زود اویل 5 ریمیک قراره معرفی بشه. و اصلا قبل اینکه ما بخوایم راجع به اخبار لیک شده اویل 5 ریمیک با هم صحبت بکنیم، کافیه مقداری رجوع بکنیم به اخبارهای گذشته. داسگالم گفته بود که همزمان کپکام داره روی 5 نسخه کار میکنه که یکی از نسخه اویل 5 ریمیکه، ولی نگفته بود که کدوم یکی زودتر قرار بیاد. این هم میذاریم کنار. پایان سپرید ویز RE4 ریمیک، DLC RE4 ریمیک، یعنی سپرید ویز پایان بندیش کاملا اینو نشون میداد که کپکام داره راجع به اویل 5 ریمیک فکر میکنه. اون کاتسینی که آلبرت وسکر میاد، اون تمام اون نوشتاری که روی مانیتور هست، اون جزیره و اون لوکیشنی که اتفاقات رزیدنت اویل 5 توش میفته، و اون حالا اون عکس اون زنی که یکی از میشه گفت افراد اصلی توی داستان اویل 5 هم هست. اصلا کاملا همه چی توی اویل 4 ریمیک، توی DLCش کاملا نشون میداد که توی این DLC توی پایانش اویل 5 ریمیک هم بود. اوکی، اینا رو کاملا بذاریم کنار، حالا میرسیم به اخبار جدید. منبع این خبر یک اکانت توییتریه به نام پری العربیا، اوکی، و خبری رو لیک نکرده، یه چیزی اتفاق افتاده و ما داریم میبینیم. دقیقا همین اتفاق قبل رونمایی اویل 4 ریمیک افتاد. قبلش چی اتفاق افتاد؟ قبلی که رزیدنت اویل 4 ریمیک بخواد توسط کپکام معرفی بشه، کپکام رفته بود توی استیم دی بی یک سری تغییرات توی رزیدنت اویل 4 اورجینال داده بود. مثلا اسمشو نوشته بود رزیدنت اویل 4 مثلا 2005، که کسایی که بخوان مثلا بیان سراغ رزیدنت اویل 4 ریمیک قراقاتی نکنن با اون یکی. اوکی، قبلش کلا این اتفاقات یه سری آپدیت ها داده بود. فکر کنید مثلا سال 2005 اویل 4 منتشر شد، چند سال بعدش اومد روی استیم و دقیقاً یه سری تغییرات قبلی که بخواد اویل 4 ریمیک رونمایی بشه این داده بود. حالا دقیقاً همین اتفاق برای رزیدنت اویل 5 افتاده. خبر به این صورته که منبع پری العربیا اخیراً با انتشار پستی در توییتر اشاره کرد که متوجه تغییراتی در مورد رزیدنت اویل 5 در استیم دی بی شده است. این بازی اخیراً 3 آپدیت قبل از انتشار رزیدنت اویل 4 ریمیک گولد ادیشن دریافت کرده که شامل حذف نام بازی، بازی اصلی و تاریخ انتشار بسته از استیم می شود. به نظر من خیلی میتونه این خبر مهم باشه و میشه گفت مهمترین خبر. چرا باید رزیدنت اویل 5 که چندین سال بود اصلا توی استیم دی بی هیچ آپدیتی نداده بود، یه دفعه بخواد چند تا آپدیت بده؟ البته یک خبری هم هست که احتمال، یعنی احتمال نمیدم که این بازی بخواد توی سال 2024 لیز بشه، ولی من احتمال خیلی زیاد میدم که توی سال 2024 توی یکی از مراسماتش که احتمالاً حالا یا خود کپکام شوکیس یا رزیدنت اویل شوکیس، رزیدنت اویل 5 ریمیک معرفی میشه. بدون شک، بدون شک این رو از من داشته باشید. من اینو قبل رزیدنت اویل 4 ریمیک هم دقیقاً ویدیو اینطوری ساختم، میتونید بیاید رجوع بکنید و ببینید که من قبلش گفتم بدون شک نسخه بعدی کپکام رزیدنت اویل 4 ریمیک، که و الانم بدون شک به تو میگم که نسخه بعدی کپکام رزیدنت اویل 5 ریمیک. خود کارگردان و تهیه کننده رزیدنت اویل 4 ریمیک گفته بود که ما به خاطر موفقیتی که توی حالا منتشر کردن رزیدنت اویل 4 ریمیک داشتیم، مطمئن باشید که نسخه ریمیک زیادی رو قراره بسازیم. و همونطور هم خیلی از لیکرها، اینسایدرها از جمله داسگالم گفته بود که اولین نسخه که کپکام میره سراغش رزیدنت اویل 5 ریمیک، که به خاطر پایان بندی که توی DLCش داشت و الان هم که این خبر منتشر شده و این تغییرات صورت گرفته، احتمال خیلی زیاد رزیدنت اویل 5 ریمیک نسخه بعدی کپکامه. و دوست دارم نظرتون رو توی بخش کامنت ها بنویسید که آیا برای رزیدنت اویل 5 ریمیک هایپ هستی و آیا کپکام داره کار درستی میکنه که نسخه بعدی رو میخواد رزیدنت اویل 5 ریمیک رو منتشر کنه. خودم که خیلی دوست داشتم اول بره سراغ کد ورونیکا، ولی فعلا که کپکام داره میره سراغ رزیدنت اویل 5 ریمیک.
این جدیدترین اخباری که ما از رزیدنت ایویل و دنیای کپکام داریم. اگه حتما این ویدیو رو لایک کنید و توی بخش کامنت ها بنویسید که نظر شما راجع به این خبر چیه. خیلی عشقی لایک و سابسکرایب یادتون نره. بوس بدم و تک تک مرسان هستم فعلا.